صلیب تو آورده آزادی. هیچ کس نمیتواند درک کند این حقیقت، چه پر جلال چه زیبایی عیسی. دوست دارم عیسی خداوند بی همتا، جانم سرایت هم دست را. دوست دارم عیسی خداوند بی همتا، جانم سرایت هم دست را. پر جلال چه پر جلال از خلقت دستت، کارهای تو نمایان در جهان. در حضورت می پرستم با تمامی جان، چه پر جلال چه زیبایی عیسی. دوست دارم عیسی خداوند بی همتا، جانم سرایت هم دست را. دوست دارم عیسی خداوند بی همتا، جانم سرایت هم دست را. دارم عیسی خداوند بی همتا، جانم سرایت هم دست را. دوست دارم عیسی خداوند بی همتا، جانم سرایت هم دست را. دارم عیسی خداوند بی همتا، جانم سرایت هم دست را. دوست دارم عیسی خداوند بی همتا، جانم سرایت هم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. امیدوارم که هفته‌ای شاد و پربرکتی را در فیض عیسی مسیح سپری فرموده باشید. خدا را شکر می‌کنم که فرصت دیگری عنایت فرموده تا بدین وسیله در خدمت شما باشیم. دوستان گرامی، هدف برنامه‌های رادیو آرامش اعلان پیام فیض و محبت خداوند در انجیل مقدس می باشد. عزیزان، خداوند یکتا و مهربان همه شما را در هر شرایط و موقعیتی که هستید بی نهایت دوست می دارد. خداوند بسیار مشتاق است تا با شما پدرانه صحبت کند. از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده به پیام امروز خداوند گوش فرا دهید.
شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته به مطالعه خود در انجیل یوحنا ادامه می دهیم. هفته گذشته در مورد مقدمه و آیات 1-2 در فصل اول انجیل یوحنا با هم صحبت کردیم. این هفته از آیه 3 در فصل اول انجیل یوحنا آغاز می کنیم. دوستان، این آیه می فرماید هرچه هست به وسیله او آفریده شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد. آمین. دوستان، خداوند ما خداییست قادر مطلق که انجام هیچ کاری برای او مشکل یا غیر ممکن نیست. خدا با قدرت مافوق درک ما همه هستی را از نیستی به وجود آورد. خدا همینطور از سر محبت و حکمت الهی خودش ما را با توانایی‌های متفاوت خلق فرمود تا با او در رابطه باشیم و در آن چهارچوب خاصی که اراده الهی اوست زندگی کنیم. دوستان، اگه توی زندگی شما مشکل و یا کمبودی هست که آرامش و شادی را از شما ربوده، کلام خدا را مطالعه بفرمایید و با خداوند یکتا قادر مطلق، با خالق خودتون مشکلتون را در میان بگذارید. خدایی که با حکمت و توان خودش هستی را آفریده، حتما قادر تا کمبود شما را جبران نموده و یا آن مشکل جانکاه و بزرگتون را حل کنه. دوستان، کلام خدا مثل حرف انسان نیست. وقتی خدا حرف میزنه، حتما به اون عمل نیز خواهد نمود. برای نمونه، میبینیم که در کلام خدا در پیدایش فصل اول آیه 3 خدا فرمود روشنایی بشود و روشنایی شد. این کلمه پرقدرت با عیسی مسیح بود. در انجیل مرقس فصل اول و آیه 41 می‌خوانیم که عیسی با قدرت به یک جزامی گفت شفا بیاب و آن جزامی بلافاصله شفا یافت. همینطور در انجیل مرقس فصل اول آیه 25 نمونه دیگری از قدرت کلام مسیح را مطالعه می‌کنیم. در انجیل مرقس فصل اول آیه 25 می‌خوانیم که چگونه عیسی با کلام پرقدرتش به ارواح پلید دستور میده. در انجیل مرقس فصل 4 آیه 39 مسیح با کلام پرقدرتش طوفان را آرام می‌سازد. و نمونه دیگر از کلام پرقدرت عیسی مسیح را در انجیل لوقا فصل 7 و آیات 14 و 15 می‌خوانیم که چگونه مسیح با کلام پرقدرتش مرده ای را زنده می‌سازد. دوستان، یوحنای رسول در آیه 3 حقیقتی حیرت انگیزتر از همه این مثال‌ها را بیان می‌کند. یوحنا در این آیه میگه هر چه هست به وسیله او آفریده شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد. آمین. عزیزان، زمانی که خدا آسمان و زمین را آفرید، این کار را به وسیله کلمه‌اش یعنی به واسطه عیسی مسیح انجام داد. پولس رسول در نامه خودش به کلسیان در فصل اول آیات 15-17 این مهم را تکرار کرده. اجازه بدید تا برای اهمیت قدرت کلام، اهمیت شخصیت واقعی عیسی مسیح در خلقت هستی، آیات 15-17 در فصل اول کتاب کلسیان را در کلام خدا مطالعه کنیم. عزیزان، این آیات معروف می‌فرمایند مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او فرزند خداست
و بر تمام موجودات برتری دارد. در واقع تمام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی، عالم روحانی با فرمان روایان و تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان، همه به وسیله مسیح و برای جلال او آفریده شده اند. پولس رسول در آیه 17 هم ادامه میده: پیش از آن که چیزی به وجود آید، او وجود داشت و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می کند. آمین. آیات 15 تا 17 در فصل اول کلسیان را با هم مطالعه کردیم. بله عزیزان، مسیح کلمه قدرتمند خداست. خدا توسط مسیح با ما سخن گفت. اجازه بفرمایید تا با مطالعه قسمت دیگری از کلام خدا این نکته بسیار مهم را روشن‌تر کنیم. کلام خدا در عبرانیان فصل اول آیات 1-3 می‌فرماید: در زمان‌های گذشته خدا به وسیله پیامبران اراده و مشیت خود را به تدریج بر اجداد ما آشکار می‌فرمود. او از راه‌های گوناگون، گاه در خواب و رویا، گاه حتی روبرو با پیامبران سخن می‌گفت. اما در این ایام آخر او توسط فرزندش با ما سخن گفت. خدا در واقع اختیار همه چیز را به فرزند خود سپرده و جهان و تمام موجودات را به وسیله او آفریده است. فرزند خدا منعکس کننده جلال خدا و مظهر دقیق وجود اوست. او با کلام نیرومند خود تمام عالم هستی را اداره می کند. او به این جهان آمد تا جانش را فدا کند و ما را پاک ساخته، گذشته گناه‌آلود ما را محو نماید. پس از آن در بالاترین مکان افتخار، یعنی به دست راست خدای متعال نشست. آمین. آیات 1-3 در فصل اول کتاب عبرانیان در کلام خدا. با توجه به آموزه‌های قسمت‌های متفاوت کلام خدا من جمله همین قسمت، به خوبی می‌آموزیم که خداوند توسط عیسی مسیح با ما سخن گفته و در واقع اختیار همه چیز را به او سپرده. می‌آموزیم که عیسی مسیح جهان و تمام موجودات را آفریده. همینطور آموختیم که عیسی مسیح به این جهان آمد تا جان خودش را برای ما فدا کنه، تا ما را از گناهانمون پاک ساخته و آنگاه مسیح به آسمان بازگشته، در دست راست خدای پدر نشسته و امروز برای من و شما، برای ما که به او ایمان آورده ایم، شفاعت میکنه. خب دوستان، حال به آیه 4 در فصل اول انجیل یوحنا میپردازیم. در این آیه میخوانیم که زندگی جاوید در اوست و این زندگی به تمام مردم نور می بخشد. آمین. عزیزان، با مطالعه این آیه یک سوال در ذهن ما به وجود میاد و اون سوال اینه که در حقیقت چرا زندگی جاوید در مسیح نوری برای تمام مردمه؟ جواب اینه که چون مرگ تاریکی جاودانی را به ارمغان میاره و فقط زندگی جاودانی مسیحی که ما را در ملکوت تازه او تا به ابد زنده نگه خواهد داشت. بله عزیزان، عیسی مسیح تا ابد زنده است، چون که او خود خداست. خدا به این جهان آمد تا امید و نور حیات جاودانی خودش را به تمامی انسان‌ها ارزانی بداره.
زندگی جاودانی خریدنی نیست و با اجرای مراسم دینی و مذهبی ما هم به دست نمیاد. حیات جاودانی را ما فقط به عنوان هدیه از خدا دریافت میکنیم. اما عیسی این هدیه را فقط به اشخاصی هدیه میکنه که واقعاً و فروتنانه خواستار آن باشند. دوستان، پولس رسول در افسسیان فصل دوم آیات 8-9 این مژده دریافت حیات ابدی، این چگونگی دریافت فیض خداوند و رستگاری را بدین گونه تشریح فرموده. در کلام خدا در آیات 8-9 در فصل دوم افسسیان پولس می‌فرماید: بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست، از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. آمین. خدا را شکر به خاطر این فیض، این محبت بی نظیرش برای ما انسانهای گناهکار. دوستان، عیسی مسیح خالق زندگی بود و زندگی او به تمام مردم نور می بخشه. در این نور ما خودمون را همونطور که واقعا هستیم می بینیم. ما کی هستیم؟ گناهکارانی که به بخشش و نجات خداوند احتیاج دارند. وقتی ما از عیسی مسیح، یعنی از آن نور واقعی پیروی می کنیم، می تونیم از راه رفتن با چشمان کور و افتادن در گناه اجتناب کنیم. عزیزان، مسیح راه حیات، راه چگونه زیستن روزانه ما را روشن می کنه تا بتونیم ببینیم که چطور زندگی کنیم. مسیح تاریکی گناه را با نور خودش از ما دور می کنه. دوست عزیز من، آیا شما اجازه دادید تا نور مسیح بر زندگی شما بتابه؟ اجازه بدید تا مسیح زندگی شما را نورانی کنه تا در تاریکی گناه لغزش نخورید. عزیزان، عرض شد که خدا به واسطه مسیح حیات را آفرید. نه تنها حیات جسمانی، بلکه حیات روحانی و ابدی را نیز او آفرید. دوستان، نور همیشه با حیات توامه. در واقع حیات بستگی مستقیم به نور داره. خدا اول روشنایی را آفرید و تنها بعد از اون بود که حیات را خلق فرمود. وقتی که به واسطه مسیح ما حیات را دریافت می کنیم، روح او را نیز دریافت می داریم. به واسطه نور مسیح ما می تونیم خدا را ببینیم و او را درک کنیم و از اراده الهی او برای زندگیمان آگاه بشیم. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 و آیه 12 می‌فرماید: من نور جهان هستم، هر که مرا پیروی می‌کند در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور حیات بخش راهش را روشن می‌کند. بله دوستان، شخصی که به ما حیات بخشیده همچنین نور انسان نیز هست. او ما را هدایت می‌کنه و نیازهای ما را برآورده می‌سازه. انسان باید بدونه که چطور زندگی کنه. انسان باید بدونه که هدف از زنده بودن و زندگیش چیه و راه رسیدن به بهشت کدامه. همون شخصی که به ما حیات داد، همونیه که ما را با نور خودش به راه درست در این سفر زندگی هدایت می‌کنه. دوستان، حال به مطالعه آیه 5 در فصل اول انجیل یوحنا می‌پردازم. این آیه می‌فرماید: او همان نوری است که در تاریکی می‌درخشد و تاریکی هرگز نمی‌تواند آن را خاموش کند.
دوستان، همانطور که یک شمع کوچیک بر تاریکی اتاق غالبه، نور مسیح نیز بر ظلمت عالم غلبه میکنه. تاریکی هیچ وقت نمیتونه بر نور غالب بشه. نور مسیح در تاریکی گناه و بی ایمانی میدرخشه و تاریکی نمیتونه خدا یا مسیح را در بیابه. عزیزان، آنانی که ذهن و قلبشون توسط غرور، گناه و بی ایمانی تاریک و کور شده، نمیتونن نور خدا را ببینند. بله، این افراد ترجیح میدند که همیشه در تاریکی زندگی کنند. یوحنا در فصل سوم انجیل خودش در آیات 19 تا 21 در مورد نور مسیح و افراد گناهکار بیشتر توضیح میده. او در فصل سوم در آیات 19 تا 21 میفرماید: محکومیت بی ایمانان به این دلیل است که نور از آسمان به این جهان آمد، ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند، چون اعمال و رفتارشان بد است. مردم از نور آسمان نفرت دارند، چون می‌خواهند در تاریکی گناه ورزند. پس به نور نزدیک نمی‌شوند، مبادا کارهای گناه آلودشان دیده شود و به سزای اعمالشان برسند. آمین. بله دوستان، نور در تاریکی می درخشه. ورود گناه با خود تاریکی را بر افکار انسانها به همراه آورد. این امر دنیا را در تاریکی غرق کرده، به طوری که عموماً انسان نه خدا را می شناسه و نه می خواد که او را بشناسه. در تاریکی بود که خداوند عیسی مسیح آمد، نوری که در تاریکی می درخشید. اما متاسفانه تاریکی آن نور را نیافت. این بدان معناست که تاریکی خداوند عیسی مسیح را زمانی که به این دنیا آمد نشناخت. بله، انسان درک نکرد که او حقیقتاً کیست یا چرا او به این جهان آمده. شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک می شویم. چنانچه مطالعه این هفته ما در کلام خدا قلب شما را لمس نموده و مایلی تا با خداوند آشتی نموده، عیسی مسیح را به عنوان منجی خود پذیرفته، از آمرزش گناهان خود اطمینان یافته و حیات ابدی و آرامش الهی او را دریافت نمایید، از شما دعوت می کنم تا با هم از خداوند بزرگ این را بطلبیم. با هم دعا کنیم. خدای مهربان، قادر مطلق، تو را شکر می کنیم که ما را در محبت خود آفریده و همواره دوست می داری. خداوندا، از تو سپاسگزاریم که عیسی مسیح را برای نجات من به این جهان فرستادی. خداوند، من ایمان می آورم که مسیح تاوان گناهان مرا یک بار برای همیشه بر روی صلیب جلجتا پرداخت. خداوند، من به فیض و بخشش تو نیازمندم. گناهان مرا در نام عیسی مسیح ببخش. پدر آسمانی، کنترل زندگی مرا تو خود با دست‌های پرقدرتت در اختیار بگیر و از آن برای جلال نام خودت
و خدمت و محبت به دیگران استفاده کن. خداوندا، من این دعا را در نام عیسی مسیح به حضور تو می آورم و با ایمان به حقیقت کلامت نجات و آرامش الهیت را دریافت می کنم. آمین. شنوندگان گرامی، ضمن تبریک به شما که به دعوت خداوند پاسخ مثبت داده و نجات، آمرزش و آرامش الهی او را دریافت نموده اید، چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده و یا مایلی تا در مورد شخصیت عیسی مسیح و این زندگی جدید مسیحی با خداوند اطلاعات بیشتری داشته باشید، لطفاً با من تماس بگیرید تا در فراغ خاطر و فرصت کافی با هم صحبت کنیم. خوشحال میشم تا سوالات و پیشنهادات محترم شما را بشنوم. عزیزان، با سپاس از خداوند که این فرصت را در شناخت از خود و کلامش به ما داد، تا گفتگوی دیگر، فیض و آرامش مسیح با شما باشد.